اما گزارش جدید وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده آمریکا وجود اشیای ناشناس پرنده را مورد توجه جدی قرار داده است. در این گزارش غیر محرمانه به 510 مورد طبقه بندی شده مشاهده این اشیای ناشناس اشاره شده است. همکارم پیام دریابی از گروه علمی ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با من برای اینکه از جزئیات این گزارش به ما بگه. پیام، همیشه وجود اشیای پرنده و ناشناس برای همه جذاب بوده، پر راز و رمز بوده. این گزارش بر اساس چه اطلاعاتی منتشر شده و چرا برای ایالات متحده الان حائز اهمیت شده؟ این گزارش خیلی گزارش جالبه و این دومین گزارش اختصاصی وزارت دفاع آمریکا در مورد اشیای ناشناس پرنده هستش. این دوتا گزارش در مجموع همونطور که شما گفتین اشاره میکنه به مشاهده 510 مورد اشیای ناشناس پرندهی که گزارش شده بهشون. اکثر این موارد را هم پرسنل نیروی هوایی و نیروی دریایی ایالات متحده گزارش کردن. از این 510 تا 171 مورد رو وزارت دفاع گفته ما نتونستیم تشخیص بدیم که اینها چی هستن و تحلیل درستی درباره اونها ندارد. اما در مورد بقیه این اشیایی که مشاهده شده میگن که یا پهپاد بوده یا بالون بوده. خیلی جالبه که 6 مورد از اینها یا پرنده بوده و حتی کیسای پلاستیکی خرید بودن. در نتیجه گیری این گزارش اومده که اشیای ناشناس پرنده همچنان یک نوع خطر هستند، اما نه خطر از به قول موجودات فرازمینی. از این نظر مورد خطر هستند که این اشیا میتونن امنیت پروازها رو با مخاطره مواجه کنند و همچنین میتونن یک تهدید احتمالی از سوی دشمنان ایالات متحده باشد. اما این به معنی نیستش که سناریوی حالا به قول معروف بشقاب پرنده رو اینا کنار گذاشتن. میگن اشیایی که ما جز اشیای ناشناس الان طبقه بندی میکنیم چیزایی هستن که ما اطلاعاتمون دربارش کامل نیست و تحلیل درستی دربارش نداریم. یه نکته جالبی که دیگه ای که تو این سند اومده اینه که از زمانی که استفاده از پهپادها افزایش پیدا کرده، موارد و گزارش های مشاهده این اشیای ناشناس هم افزایش پیدا کرده. مرسش اینجاست، این که با توجه به وجود رادارهای پیشرفته ای که در حال حاضر در اختیار ایالات متحده قرار داره، چه عواملی باعث میشه که نتوان به شکل قطعی اظهار نظر کرد در مورد این اشیای پرنده؟ ببینید، عوامل متعددی برای مشاهده و تشخیص و تفسیر این اشیا دخیل هستند. به طور مثال شرایط آب و هوایی، شرایط اثرات جوی، اندازه خود این اشیا، سرعت‌هاشون و همچنین تفسیر حسگرهایی که اینها رو داره تشخیص میدن. اگر هر کدوم از این موارد به یک مشکلی بر بخوره، تشخیص اینها با درستی انجام نمیشه و در نهایت میبینیم که ما در گزارش میبینیم که 171 مورد از این موارد رو ایالات متحده وزارت دفاع اعلام کرده که ما نتونستیم به درستی تشخیص بدیم. ممنونم از تو. این به هر حال موضوع اشیاء پرنده همیشه جذاب بوده، خبرهاشو مردم همیشه دنبال میکردن و پیگیری میکردن و امیدواریم که جزئیات بیشتری از اینا منتشر بشه. ممنونم از تو پیام دریابی، همکارم از گروه علمی ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ما.